نزدیک در نصف نفوذ کشور با خدمات مخابراتی دسترسی دارند. یکی از دستاوردهای مهم حکومتداری در افغانستان رشد مخابرات است. در دوران طالبان افغانها مجبور بودند برای تماس تلفنی با ایران، کشورهای عربی و اروپایی به پاکستان بروند، اما این خدمات حالا در بیشتر روستاهای افغانستان قابل دسترسی هستند. امروز می خواهیم که صحبت های بیشتر با آقای زلان داشته باشیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که اینجا با ما هستند و پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت معارف افغانستان هم امضا شد صحبت های خود داشتیم. اگر شما هم صحبتی دارین میتونین که نظراتتون رو با ما شریک بسازین. خط ارتباطی که شما را با ما وصل می‌سازه 8656 است. آیا شما از خدمات مخابراتی در افغانستان راضی هستین نیستین؟ میتونین که تماس بگیرین مستقیما و همکارای ما هم منتظر تماستون هستند تا تماس شما را با ما وصل بسازه. سایر زلان سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمد. سلام، صبح شما بخیر، تشکر. بین در رابطه با امین تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت معارف افغانستان امضا شد میشه کمی بیشتر توضیحات بدین که پیرامون چه موضوعی بود این تفاهم‌نامه؟ تشکر. باز هم قسمی که وزارت مخابرات در پهلوی خدمات مخابراتی یک اداره تسهیل کننده برای ادارات دیگر است و همچنان برای تمام نهادهای دولتی، ما تصمیم گرفتیم که چطور می توانیم معاشات کارمندان دولتی و بالخصوص کارمندان وزارت معارف را از طریق موبایل معاشایشان پرداخته شود. به همین منظور این پروژه سالهای قبل آغاز شده بود و فعلا در جریان است، اما خوشبختانه امرای وزارت معارف ما به تفاهم رسیدیم تا تمام کارمندان وزارت معارف و معلمین گرامی از یک راه سهل و با بسیار به سهولت معاشای خود را دریافت بکند. پس تفاهم‌نامه به خاطر ازی بود که چطور ما میتونیم در تمام ولایت افغانستان معلمین از طریق موبایل پول و معاش خود را دریافت بکنند. بله، پس حال نیاز نیست که یک معلم ما در دورترین روستای افغانستان زندگی میکنند برن به بانک و یا سابق تاویلداری بود می آوردن ماشه به مکتب، بعدا اونجا ماشون توزیع می شد. حال او گپا نیست دیگه. چند خوبی داره ماشات از طریق موبایل. یکی که شما یادآور شدین در تمام نقاطی که و در تمام معلمینی که از طریق APSP یا موبایل منی ماش دریافت میکنه و در هر روز روستا و در هر قریه افغانستان که باشه، در هر ولسوالی که باشه، یک نمایندگی مجوز شرکت های خصوصی مخابراتی برایشان در موجه ساخته میشه و بعد از ایجاد نمایندگی معلمین ما میتونه که بسیار به سادگی و به آسانی ماش خود را از نمایندگی مجوز شرکت مخابراتی در ولسوالی یا ساحه دریافت بکنه و دیگر نیاز نیست که از روستا به شهر بیاید و در قطارهای سوال نزد بعضی از معلمین ما، بعضی از بیننده ما کمی لحظه بیننده هستند خلق شبکی که یک معلمی که هنوز نمیفهمه مثلا چگونه برای ماش خود از طریق موبایل بگیره، آیا در رابطه با آگاهی دهی و برنامه های هم داشتین پیش از اینکه بین این تفاهم‌نامه را با وزارت معارف افغانستان شما امضا بکنیم؟ چند بخش داره. وقتی که یک معلم از طریق موبایل ماش میگیره باید راجستر شوه. او یک سیم کارت مشخص برش داده میشه، راجستر میشه، بایومتریک میشه و بعد از راجستریشن او تمام پروسه را میفهمه که در وقت راجستریشن برایشان تشریح میشه که شما چطور میتونید از موبایل منی استفاده بکنید، از طریق موبایل ماش خود را دریافت بکنید و همچنان با همکاری وزارت معارف تیمای تکنیکی ما همواره در جایی که در مکاتبی که و یا در نهادهای دولتی که ما این پروژه را عملی میسازیم برایشان یک برنامه آگاهی دهی نیز داره که چطور میتونیم از طریق این برنامه تان پیش از وقت بود یا بعد از این شروع میشه برنامه تان؟ وقتی که آقای زلان شاید هم خودتان هم دیده باشین و یک تعداد کسا هستن، بعضی از معلمین ما هستن که ما پوزش میخواهیم که ایره بدل نگیرین، که یک تعداد از معلمین ما هستن تا انوز کردیت موبایل نمیتونن که بعد موبایل خود بندازن، کردیت موبایل به فرد دیگری میتن تا او را اضافه بکنه به موبایلشان. پس چطور میتونه که این معلم ما بره ماش خود از طریق موبایل بگیره؟
و باید پیش از این کار میشد آگاهی دقیقاً کار شده و همچنان جریان داره. من میخواستم درباره اینمی صحبت کنم. وقتی که یک معلم راجستر میشه تمام پروسه برش تشریح میشه که شما چطور میتونین در یک نمایندگی وقتی میرین چطور میتونین که ماش خود بگیرین و بسیار ساده و راحت است. وقتی که در موبایل شما پیامک میه شما مستقیم میرین در نمایندگی همان شرکتی که شما امرایشان راجستر هستین و ماش خود را میگیرین. یعنی ساده تر از اخذ ماش از یک بانک است، اما مسئول تر از تمام راه های دیگری است که ما از طریق تحویل دار میگرفتیم، از طریق قطارها میگرفتیم که باید با بانک استاد میشدیم. بسیار سهل و راه آسان است. جناب زلان، چند شرکت خصوصی هست که کار میکنن در رابطه با مخابرات، آیا مختص بر یک کمپانی مخابراتی است یا همین چند کمپانی مخابراتی که در افغانستان هست؟ ما همراه کمپانی مختلف قراردادها داریم و این مختص و منحصر به یک کمپانی نیست، چون در یک کمپانی نمیتونه که در تمام نقاط افغانستان ساحه فعالیتش باشه و به این خاطر امرای تمام شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنه ما امرایشان قرارداد میکنیم و تصمیم به ایست که بتوانیم با همکاری تمام شرکت های خصوصی در دوردسترین ساحه افغانستان از سیستم MSP استفاده کنیم. بله، ما 50 افغانی کارت موبایل میخریم و این را هم دوست داریم که برای موبایل خود اضافه بکنیم، به مو پولی که داریم اضافه بکنیم، ولی کمپانی های مخابراتی 5 روپیه مالی عوض میکنن. آیا معلمینی که معاش خود میگیرن آیا از اینا هم مالیه گرفته میشه توسط این کمپانی های مخابراتی یا خیر؟ خب من پرسش شما انشالله مطرح میکنم، ولی میریم به طرف یک تماس ببینیم که این هموطن ما میای عزیز از کارتی 4 گفتنیشان چه خواد بود. سلام. بله سلام، صبح بخیر. خوب هستی صدمن؟ تشکر، زنده باشین. میشه سوالتان مطرح بکنین میای عزیز؟ تشکر جان سپاس. یک سلام تقدیم میمان و برنامه شما. زنده باشین. ببخش، یک سوال داشتم رابطه با معاشات معلمین. اگر پیامک در موبایلشان نیاید باز چی کنن؟ خب بسیار، دیگه سوالی ندارین؟ نه جان سپاس. بسیار تشکر، موضوع خوبی را اشاره کردین، دقیقا راست میگن. خب پیام 100% می اگر نامت هیانه. خب اگر نامت شاید کدام مشکل تکنیکی به، اما بدون از اینکه کدام مشکل تکنیکی باشه، وقتی که ماش از طریق وزارت معارف در اکانت شرکت واریز میشه همان لحظه پس به تمام مشترکینی که امرای شرکت مخصوص راجستر است برایشان پیام داده میشه و از طریق پیام برایشان اندازه ماشش برش معین میشه که به این قدر ماش در اکاونت تو آمده و میتونین که دریافت بکنید. بله، بیم سر سوال چند لحظه پیشه که من مطرح کردم، آیا معلمینی که ماش خود میگیرن از اینا پول کاسته میشه یا به شکل رایگانی خدمات کمپانی های مخابراتی است؟ یک مسئله 5% است که او از این گرفته نمیشه، ماش معلمین ثابت می باشه و اما اونمو فیصدی که بانک ها میگیره از ماش یک کارمند یا یک معلم به اندازه اندک، از یعنی کمتر از بانک ها، تقریبا در حدود چند 200 و چند افغانی است. پس فیصدی گرفته میشه از ماش، یعنی فیصدی گرفته نمیشه، اونمو تکسی که از طرف بانک گرفته میشه به خاطر خدمات او از طریق کمپانی مخابراتی گرفته میشه. پس بریم به طرف پکتیکا و بصیر روی خط تلفن است. بصیر عزیز سلام، وقتت بخیر. زنده باشی. از شما از میمان محترم تان خوب است یارمی. سلامت باشین، میشه سوالتون رو مطرح بکنین؟ زنده باشی، سلامت باشی. همین پروسه را که برادر ما میگن همین یک پروسه ناقص، این پروسه یک چند وقت پیش اگر فکرتان باشه دولت پکتیکا در ولسوالی برمل به سربازا هم داده شده بود، فقط 6 ماه یا 4 ماه ماشای مکمل از بچه ها گم شد، کسش میامدن دوباره رو سر میکردن، سیم کارت میگرفتن، از کسشان قید میشد، هر بار یک پشت ماش خدا میامدن فکر میکرد یک سیم کارت نو میگرفتن. دگر یک پروسه چیزی از در ولسوالی میرم سیم کارت اگر میتان تن نمیتان اصلا پیام ده. بسیر خودتان تجربه کرده این ای پروسه را؟ درست 100%، به خاطر که بدر 50 نفر پرسنل های ما بود دولت پکتیکا در ولسوالی برمر امیده داده بودن، هر وقتی که بچه های مجرزوز دامدن میتازستن در قطار میامدن پایین ما شش ما یا سیم کارت چند قید میشد،
یا آنتن نمیداد یا گم میشد مثلا در رستن که میکنن یک مشکل بله. داشت. بله، پس برای شما قناعت بخش نبود. تشکر میکنیم بسیر از پکتیکا و یک سلام هم برای تمام نظامیانی که امیل ازا در گوشه کناری که بیننده هستن تقدیم میکنیم. پس بسیر نارضایتی خود نشان داد و این پروسه را به گفته اونا گفتن که پروسه ناکامی است. خب یک چیزی که بسیر جان اشاره کردن گفتن که سیم کارت ها گم شده، فکر میکردم همه تو ماشینیدم که گفتن که سیم کارت های ما در بعضی از نکات آنتندی خوب نداشت، آنتن نداشت. خب این همین مشکل، این همین مشکلی است که من قبلا یادآور شدم که به خاطر همین که ما امرای شرکت های مختلف فعلا کار میکنیم و قبلا یک کم مشکل بود چون یک شرکت مختص بود که این کارا پیش می برد، ولی امرای شرکت های مختلف پیش بریم که همین مشکل حل شوه و در پهلوی ازی شاید بعضی دوستای ما مشکلات داشته باشن بلد. اما فعلا در حدود 4000 کارمند وزارت کار امور اجتماعی از طریق MSP معاش خود دریافت میکنه، عملا یا میکنه کارمندای وزارت داخله ما از همین بلد. پروسه استفاده میکنه. بله، سپاسگزار هستیم آقای زلاند و ما امیدوار هستیم که امیدواری ما به ای است که انشالله میریم ما به طرف ترقی و پیشرفت و ای هم یک گام مثبت به خاطر معلمین ما هستند. سپاسگزار هستیم از خودتان و ای هم بود داشته های برنامه امروز ما که تقدیمتان شد. تا فردا که دوباره برمیگردیم همیتونه به علای یک تاوبی همتا مسپاریم. سبز بمانین، لبخندم فراموش نکنین.